زخم کهنه بهسود که هر بار سرباز می کند و از مردم قربانی می گیرد. در سالهای پسین این منطقه گواه درگیری‌های سنگین میان کوچی‌ها و مردم محل بود است، اما این بار موضوع چیز دیگر است. چند روز است که نیروهای ویژه برای معرفی فرمانده جدید ولسوالی بهسود در این ولسوالی مستقر شدند. دیروز یک گرد همایی اعتراضی در ولسوالی حصه اول بهسود به خشونت کشیده است. وزارت امور داخله میگوید افراد غیر مسئول به مردم شلیک کردند، نه پلیس. با تاسف که این افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس، تعداد از باشندهای محل را مجروح شهید ساختند و تعداد از منصوبین امنیتی هم مجروح شدند. اما اینجا روایت مردم از این رویداد چیز دیگر است. میگویند که پلیس بر روی مردم آتش گشوده و حالا هم نیروهای تازه نفس به محل فرستاده شده است. کماندو پایین کرده در تپه ها در منطقه تیبار ایساها که مردم میدانند ساعت مردم خانه های نشیمن مردم است. هر طفل و زن و مردی که از خانه و دروازه بیرون میشه یا در کلکین دیده میشه اینا مورد فایر قرار میگیرن، مورد شلیک قرار میگیرن. هشدار میدهند که دولت تا پایان امروز مهلت دارد به این نزاع پایان دهد، در غیر آن مردم با نیروهای امنیتی درگیر خواهند شد. ما برای تمام برادرهایی که فعلا در بهسود این حالت دشوار امشب سپری کرده، اگر تا ساعتی که برش تعیین شده و این تصمیم حل نشود، ما در اونمون نقطه از همونجی با شما صحبت خواهد کردیم. سرور دانش که این رویداد را تظاهرات خشونتبار خوانده گفته که هیئت را برای پایان دادن به این تنش‌ها به بهسود فرستادن تا به این معضل پایان دهد. این هیئت وظیفه‌اش ختم قائله و رسیدگی به مسائل است که در اونجا اتفاق افتاده و ما امیدوار هستیم که قضیه در همینجا ختم شود و از هر گونه درگیری مجدد جلوگیری به عمل آید. درگیری در بهسود با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین از مردم خواسته که آرامش خود را حفظ کنند و حکومت هم باید از راه مسالمت‌آمیز با مردم محل برای حل این معضل اقدام کند. اما کریم خلیلی گفته که نیروهای دولتی در برابر گردهمایی مدنی و مسالمت آمیز مردم بهسود از خشونت استفاده کرده و آنان را هدف حمله قرار داده است. با این حال روشن شدن اصل مسئله در گرو نتیجه هیئت است که به بهسود رفته است.